بعضی حادثه های اسرارآمیز در دنیا رخ می دهد که به طور غیر انتظار در کامیره ها ثبت می شود. این حادثه ها در حقیقت با ارزش هستند و توجه همه را در سراسر جهان به خود جلب می کند. سلام، با یک ویدیوی دیگر در کانال نکتاب خوش آمده. امروز ما 15 حادثه که ثبت کامیره ها شده است را می بینیم و کسی تا حال سبب این حادثه ها را فهمانده نمی تواند. تا آخر ویدیو با ما باشید. با کانال ما اعضا شدن و زنگولنچه رو پخش کردن رو فراموش نکنید تا از ویدیوهای جالبی دیگری ما بخبر نمانید. توصیه میکنم که شبانه این ویدیو رو تماشا نکنید. در وقت کرونا باید چکار کنیم؟ در خونه نشینیم و با گیگین شخصی ریایه کنیم و اینچونین همراه با یک ایکس غالب شویم. فوتبال ها بر وقت دیگر گزارانیده شدند، اما گیبر سپورت ادامه دارد و برای در آن غالب شدن تان با پرامکود نکتاب در اولین پرداختتان شما میتوانید تا $100 توفه گیرید و در سیرکای در زیر کامنتاری بوده در آمده همراه با بازی ویرتوالی غالب گردید. این صحنه عجیب و باور نکردنی سال گذشته در یکی از شهرهای فرانسه به وقوع آمده است. این ماشین رو صاحبش در نزد درخت گذاشته از پای کارش می رود. اما وقتی برمیگردد حادثه ای رو می بیند که از تعجب شخ می شود. درخت از درون ماشین گذاشته است. وقتی مردم از این حادثه به حیرت آمده در گرد ماشین جمع شده می بینند که درخت آسیب ندیده است، اما از درون ماشین گذاشته است. این حادثه مردم زیادی را به حیرت آورد و فکر کردند که قدرت غیر انسانی شاید این کار را کرده باشد. کسانی که به جن و پری باور داشتند گفتند که شاید کار این موجودات غیر انسانی باشد و اما دانشمندان این حادثه را تلپارتیشن نام برده می گویند که این حادثه جسم های از یک جا به جای دیگر انتقال می یابند و کسی این را نمی فهمد. بعضی ها هم گفتند که شاید این شوخی و کار دست یکان آدم شوخ باشد. اما مگر انسان شوخ هم این کار را کرده می تواند؟ وقتی آدم حادثه با وقوع آمده را فهمانده نتواند حالت عجیب او را فرا می گیرد. این حادثه 6 سال پیش در کامیره ثبت شده بود و انسان ها تا حال آن را نمی فهمند. در این ویدیو ما خریداران این مغازه را در آینه می بینیم. اینجا مرد و زن دیده می شوند که در حال انتخاب کردن کفش هستند و مرد از کنار آنها می گذارد. صورت این مرد در آینه دیده می شود، اما چند لحظه پس مرد با لباس سیاه از نزد آنها می گذارد، اما صورت وی در آینه نشان داده نمی شود. یک بار دیگر ویدیو را اهمیت دهید. این چه خیلی ممکن است؟ در امریکا یک مرد و زن در حال کامیره کردن آسمان و ثبت کردن طوفانی به وقع آمده بودند و وقتی ویدیوی ثبت کردنشان را در خانه در اکران نوتبوک تماشا میکنند شاهد این منظره میشوند. سپس آنها این ویدیو را در اینترنت به اشتراک میگذارند تا همه ببینند و فکر خود را در این باره نویسند. دانشمندان در این باره گفتند که شاید راکت آدمهای فضایی در آسمان ویران شده باشد و دود این راکت این منظره را ساخته باشد، اما این فقط یک فرضیه به حساب می آید و از جهت علمی اثبات نشده است. در یک از ساحل های دریا در امریکا در وقت مشق های نظامی در آب حادثه عجیب ثبت کامیره می شود. این صحنه را نظامیان امریکایی ثبت می کنند که در آن کشتی نظامی امریکایی را چندین شعله های آتش دنبالگیر می شوند و این را کسی شرح داده نمی تواند. این قدرت آدمان فضایی باشد یا یگان قدرت ناشناخته دیگر؟ فکر شما در این باره چیست؟ این ویدیو را یک آیله کانادایی ثبت کرده است و وقتی آنها با ماشین خود به بیرون می برایند سگ آنها گرد و گرد ماشین می گردد و صدا می برارد. کوشش می کند که آنها را از رفتن منع کند. هرچند این سگ کوشش می کند اما صاحبش به عملی و توجه نمی کند. بالاخره در راه جنگل آنها با این صحنه روبرو می شوند. این موجودی عجیب در روبروی آنها پیدا می شود که آنها را خیلی می ترساند. از این ترسناکتر دوتاز سگ است که خطری در پیش ایستاده را فهمیده است. این صحنه در بلندی ولکان پوپوکاتیپتل در مکزیک ثبت شده است. در این ثبت جسم با سرعت بلند حرکت کرده از نظرها پنهان می شود. پدیدشناس معروف تایلندی اسکات وارینگ گفته است که این جسم از زیر ولکان می گذشته است. با گفته او در چقوری 5-6 کیلومتر از ولکان زندگی موجودات دیگر وجود دارد. صحنه عجیب که به انگشترین سیاه در آسمان مانند است در شهر مسکو ثبت شده است. بعضی ها فکر کردند که شاید یک پرنده باشد. بعضی دیگر فکر کردند که شاید سفینه آدمان فضایی باشد که آنها فراموش کردند که این سفینه را نوعیان کنند.
شما چه فکر میکنه؟ این انگشتر سیاه از کجا پیدا شده است؟ این ویدیو در ویلفورد در کشور ویلز گرفته شده است. در این ویدیو موجوده از کنار سیمچوب برق برآمده آرام آرام از نظرها نیست می شود. در مورد این صحنه هم مردم زیاد فکر خود را بیان کردند. بعضی ها گفتند که شاید آدمی فضایی باشد. یگان جین و پری که در نظرها نمایان نیست و در ثبت ویدیویی به چشم می رسد. ویدیوی بعدی از پخش مستقیم یک برنامه تلویزیونی گرفته شده است. در این ویدیو خانه های از سیل ویران شده را به نوار می گرفتند. پخش مستقیم این برنامه فردی از پیش کامیرا می گذارد و ناگهان ناپدید می شود. اگر این برنامه خبری باشد، چرا درباره این آدم چیزی نگفته نشده است و چرا این آدم یک بار نیست می شود؟ ویدیوی عجیب نوبتی دیگر در جنگل های کانکلینی کانادا گرفته شده است. گروهی از کارگران در جنگل به کار مشغول بودند که ناگهان از آسمان صدای وحشتناکی شنیده شد. این صدا تا درجه بلند و وحشتناک بوده است که گویا همه جا ویران می شود و گویا که دنیا به آخر می رسیده باشد. اگر این ویدیو دروغ می بود، این تلفنی که کامیرا سوس دارد نمی تواند این صدای بلند را ضبط کند. از این حادثه در جاهای دیگر هم صحنه های دیگر ثبت شده است. شما با دقت گوش کنید و فکر خود را نویسید که این آوازی چی بوده می تواند. ویدیوی نوبتی هم درباره آواز و سیگنال های رادیوگی است. یک ایستگاه رادیویی سال 1970 در گرمانیا ساخته شد که اسرارآمیزترین ایستگاه رادیوگی اعتراف گردید. هیچ کس نمیتوانی سبب پخش شدن صداهای وحشتناک را از این ایستگاه رادیویی بفهماند. تا چند این صداها را گوش کنیم ترسناکتر میشوند و به صدای مرد شباهت دارند. با سبب نامعلوم سال 1990 کار این ایستگاه رادیوگی منع شد. شاید گاهی حالتهای شده است که فکر میکنید کسی از پستون میآید. این ویدیوی عجیب را کسی با نامی روکی میک ثبت کرده است. او وقتی از خانه اش آواز میشنود فکر میکند که به خانه دوز در آمده است. اما وقتی در رو میکشاید و خانه میدراید اتفاق عجیبی رخ میدهد. او با صدای بلند سلام گفته میدراید و دری روبروی او ناگهان خود به خود کشاده میشود. او برای دوز را قپیدن به آن حجره میدراید اما حجره را خالی میبیند. وقتی گرد خانه تاب میخورد دری کشاده ته خانه ناگهان محکم میشود. او آن در را نیز میکشاید اما کسی آنجا نیست. سپس وحشتناکترش اینکه برق روشن و خاموش می شود. راکی می ترسد، کامیرا را به زمین پرتفته به بیرون می دود و کامیرا خود به خود می چرخد و این حادثه را ثبت می کند. شما چی فکر دارید؟ اینجا چی حادثه شده است؟ ویدیوی نوبتی ما خیلی عجیب است. بسیاری از مادران در جهان فعالیت کودکان خود را با دستگاه بیبی مانیتور تحت نظر دارند. این کودک نیست که کانور نام دارد روی تخت خود برآمده دستانش را به سمت نامعلوم دراز میکند. چشمانش میدرخشد اما پس از ثانیه به درون تختش میافتد. بعد این حادثه مادر کانور به تخت پسرش لامپای را آویزان میکند. باز در ویدیوی دیگر معلوم است که این لامپا پس از یک ساعت روشنایی از طرف نامعلوم به دیگر طرف کشیده میشود. در ویدیوی دیگری که ثبت شده است کسی پای این کودک را به طرف بالا میکشد. حادثه ترسناکی که سببش را تا حال کسی نمیداند. حالا این صحنه عجیب را تماشا کنید. کسی اون را شهر داده نمی تواند و اما فکر شما در این باره چیست؟ ماهی ایولی سال 2018 در خیتای سه جسم انگشتر مانند در آسمان پیدا می شود. وقتی جسم طرف راست گم می شود در طرف چپ باز یکی دیگر پیدا می شود. اینها نه پایان می روند و نه بالا، بلکه به سمت پیش حرکت میکنند. دانشمندان میگویند که اینها راکتهایی هستند که به فضا میپرند. اما آیا میتوان این گفته آنها را باور کرد؟ با فکر شما اینها یگان جسمهای فضایی نیستند؟ با فکر ما انسان تا آن درجه قدرتمند نشده است که از یک جا ناپدید شده زود در یک جای دیگر پیدا شود.
سپاسگزارم که تا آخر ویدیو با ما بودید. نظر شما درباره این صحنه های عجیب چیست؟ اگر پسند باشد ویدیو رو لایک مونده فکرتون رو بنویسید. تا برنامه دیگر خیر دوستان.